هندسی کردن طوفان ها. Chris Lancy at the National Hurricane Center disagrees. من فکر نمی کنم که تغییرات گرم شدن هوا که امروز در سراسر جهان شاهدان هستیم به این معناست که ما طوفان های بزرگتری خواهیم داشت. این تأثیرات بسیار کم است. شاید حتی قابل اندازه‌گیری نباشند. و اگر ما به تعداد طوفان ها و نوسانات آنها نگاه کنیم، در واقع آنها در حال پایین رفتن هستند. چون در آینده ما بادهای برشی بیشتری خواهیم داشت که طوفان ها را متلاشی می کنند. این تناقض باعث شده تا دانشمندان سوال کنند که در سالهای در پیش رو طوفان ها شدیدتر خواهند شد یا خیر، و آیا آنها در حال قوی تر شدن هستند؟ یک تیم باستانشناس تلاش می کند تا آینده را با رفتن به گذشته پیش بینی کند. ما به سمت یک دریاچه نمک در کیپ کاد می رویم. جف دونلی یک دانشمند باستانشناس است که کره زمین را به دنبال طوفان‌هایی که در گذشته به وقوع پیوسته جستجو می‌کند. او به دنبال نمونه‌هایی است که بتواند به سوالات مهمی جواب بدهد. آیا گرم شدن کره زمین به معنای آن است که ما طوفان‌های بیشتری خواهیم داشت؟ There's a lot of debate in the scientific community about global warming and whether we're actually impacting the frequency and intensity of tropical cyclones. We struggle with that debate because there's not much data. We've basically got a very short instrumental record that, and if you just look at the satellite era, is only going back a few decades. What this work is able to do is actually extend that work from decades to centuries and even millennia. طوفان ها باعث تولید امواج بزرگی می شوند که مساحت بزرگی از خشکی را می پوشاند. آنها شنهای دریا را با خود برداشته و داخل خشکی می ریزند. برخی از آن شنها توسط این امواج بزرگ به داخل گودال ها ریخته شده و تهنشین می شوند و یک اثر انگشت از این طوفان به جای می گذارند. هر بار که یک طوفان عبور می کند، لایه های رسوبات در ته این گودال ها انباشته می شوند که نتیجهش جزئیات تاریخ طوفان های گذشته است. با نگاه کردن به این رسوبات، تیم دونلی می تواند بگوید هر چند وقت یک طوفان در اینجا به وقوع پیوسته است، چیزی که ممکن است کمک کند تا آینده را پیش بینی کند. وسیله نمونه برداری که به آن وایبرکور میگویند با برش در داخل رسوبات کار میکند. این ماشین 4000 بار در دقیقه جلو و عقب میرود. ماشین به داخل رسوبات نفوذ می کند. جف و تیمش ظرفهای خود را با نمونه هایی از ته دریاچه پر می کند. ما در اینجا ابزاری که به آن بشود تاریخ کربن موجود را تشخیص بدهد نداریم، ولی گازی که به دست آوردیم احتمالاً نزدیک به 2000 سال قدمت دارد. این دو نمونه برداری همیشه مانند یک قمار است. چون تیم تا نمونه را باز نکرده و خوب نگاه نکند، نمی داند که چه به دست آورده است. خبر خوب این است که نمونه بسیار تمیز است. این مکان به طور خاص به اندازه کافی عمیق است تا رسوبات دچار به هم خوردگی نشوند و مانند یک ماشین زمان عمل می کند که در طول این لوله شما را به گذشته می برد. مانند حلقه های تنه درخت که نشان دهنده گذشته فصل هاست. آیا این نمونه می تواند تاریخ طوفان ها را روشن کند؟ اطلاعاتی که ما قادر به بازسازی آن هستیم به حوادث بسیار بزرگ برمیگردد و به طوفان های درجه 3، 4 و 5 تعلق دارند. ما کاری که می توانیم انجام بدهیم این است که به این اطلاعات دراز مدت نگاه کنیم و ببینیم که فعالیت این وقایع بزرگ در طول زمان چطور تغییر کرده و چه نوع آب و هوایی ممکن است باعث این وقایع شده باشد. برخی از لایه‌های ماسه نازک‌تر از آن هستند که بتوان آنها را با چشم معمولی دید.
اما دونلی ابزار مناسب برای این کار را در اختیار دارد، یک اسکنر اشعه ایکس. این یک لایه نازک از ماس است که ممکن است متعلق به یک طوفان باشد و ما می توانیم با آزمایش طول عمر کربن عمر آنها را محاسبه کنیم. تیم ده‌ها نمونه را از این مکان در مکزیک تا سواحل شرقی آمریکا آزمایش می کند و تاریخ هزاران ساله طوفان ها را کشف و چرخه فعالیت های آنها را نشان می دهد. ظاهراً در مقاطعی در گذشته آنها کاملا فعال بودند، حداقل به همین اندازه که امروز فعال هستند. یکی از این مقاطع بین 1000 تا 2500 سال قبل است که بسیار فعال بوده و سپس در حدود 1000 سال قبل این فعالیت ها تقریبا به صفر رسیده و بین 300 سال تا 1000 سال گذشته فقط چند فعالیت بزرگ اتفاق افتاده و فعالیت هایی که امروز مشاهد آن هستیم در واقع از 300 سال پیش شروع شدند. آیا گرم شدن هوا توسط انسان در روند افزایش طوفان ها مؤثر بوده است؟ جواب آن ممکن است مثبت یا منفی باشد. صرف نظر از اینکه انسان چه کار کرده است، تغییرات طبیعی آب و هوا باعث تغییر در شدت و تنوع طوفان ها بوده. بنابراین هر کاری که ما می کنیم به نوعی فقط به تغییرات این سیستم آب و هوا افسوده می شود. چه انسان مسبب آن باشد و یا به طور طبیعی اتفاق بیفتد، آیا تغییرات آب و هوایی که باعث گرم شدن آب دریاها می شود به معنای آن است که ما طوفانهای پرقدرت تری خواهیم داشت؟ برای پیدا کردن جواب یک تیم از محققان از یکی از قدرتمندترین کامپیوترهای جهان استفاده می کنند تا دهه های آینده را پیش بینی کنند. آیا طوفان‌های شبیه به کاترینا بیشتر خواهد بود و یا کمتر؟ آیا آنها به مکزیک اصابت می‌کنند و یا به نیورلان برخورد می‌کنند؟ اینها سوال‌هایی است که ما به دنبال جواب آنها هستیم. در مرکز تحقیقات جوشناسی در کلرادو، دانشمندان برای فهم این که تغییرات جهانی آب و هوا در شدت طوفان‌های آینده چه تأثیراتی دارند، از سوپرکامپیوترها برای تحقیقات خود استفاده می‌کنند. ما اکنون کاملا مطمئن هستیم که اقیانوس‌ها در حال گرم شدن هستند و تئوری خوبی هست که پیشنهاد می‌کند انتظار بین 5 تا 10% در افزایش شدت طوفان‌ها متصور است. سوال اصلی ما در این است که آنها چطور در میان طوفان‌ها تقسیم می‌شوند. افزایش 5 تا 10% به یک طوفان درجه 1 ممکن است چندان قابل توجه نباشد، اما همین افزایش به طوفان‌های درجه 4 و 5 به معنای که تعداد بیشتری طوفان از نوع کاترینا در آینده است. فقط یک سوپرکامپیوتر قدرتمند می‌تواند متغیرهای بسیاری را که ممکن است تأثیرگذار باشند وارد محاسبات کند تا بفهمند چه موقع و چطور طوفان‌ها شکل می‌گیرند. این سوپرکامپیوتر که به آن بلوفایر می‌گویند یکی از 30 کامپیوتر سریع در جهان است که از 11 کابین و هر کابین شامل 12 کامپیوتر و هر کامپیوتر 32 پروسسور دارد و در کل دستگاه شامل 4000 پروسسور است و می تواند 76 تریلیون عمل را در یک ثانیه انجام دهد. تیم آنها به چنین کامپیوتری نیاز دارد تا بتواند آب و هوای تمام کره زمین را شبیه سازی کند و 3 مدل کوچکتر را فقط روی کمربند طوفان‌های اقیانوس اطلس متمرکز کند. این به تیم اجازه می‌دهد تا شرایط مختلف آب و هوا که روی تشکیل طوفان‌های منفرد در اقیانوس اطلس تأثیر گذاشتند را مورد تحقیق قرار دهد. کاری که ما کردیم این است که ما مدل شرایط آب و هوا را برداشته با یک مدل دیگر در آن شرایط آمیخته می‌کنیم. این یکی از پیشرفته‌ترین مدل‌ها از نوع خود است که تا کنون طراحی شده و می‌تواند ده‌ها سال آینده را پیش‌بینی کند.
ما محور X را در این جهت، محور Y را در این جهت و محور Z را در این جهت داریم. بنابراین این یک عکس سه‌بعدی از اتمسفر است. هر نقطه از این شبکه بیانگر اطلاعات آب و هوا روی سطح زمین را نشان می‌دهد. همانطور که این مدل در طول زمان جلو می‌رود، اطلاعات هر نقطه بر روی نقاط کناریش تأثیر می‌گذارد. اطلاعات این نقطه بر روی این نقطه و همینطور این نقطه و به همین صورت تمام شبکه گسترش یافته و روی تمام کره زمین تأثیر می‌گذارد. نتیجه یک مدل از آینده آب و هوای تمام کره زمین است. همانطور که می‌بینید این بسیار پیچیده است، چون معمولاً به سه جهت می‌رود. برای همین ما باید این نهایت محاسبه انجام دهیم که چندین تریلیون عمل در ثانیه را شامل می‌شود. همانطور که این محاسبات روی هم انباشته می‌شود، نیروی محرک اتمسفر که یک طوفان را در جهان واقعی ایجاد می‌کند ترسیم می‌شود. تنها تفاوت بین این شبیه‌سازی و چیزی که در طبیعت اتفاق می‌افتد این است که شرایطی که در اینجا به وجود می‌آورند با گرم شدن هوا منطبق شده. با استفاده از اطلاعات بین 1995 تا 2005 به عنوان پایه، آنها تمام متغیرهایی را که منجر به وجود آمدن طوفان‌ها شده به کامپیوتر وارد می‌کنند. بادهای گرم که از آفریقا به سمت غرب می‌وزند و با ابرهای بزرگ در میانه اقیانوس اطلس برخورد می‌کنند، بر روی آب گرمی که بار الکترونیکی زیادی در خود دارد میچرخند و منجر به افزایش جابجایی میشود. کامپیوترها تمام این عوامل را به معادله هایی تبدیل کرده و محاسبه میکنند و برنامه را برای دهه های آینده در نظر میگیرند و ناگهان این شبیه سازی شروع به زنده کردن یک طوفان میکنند. تکه های کوچک ابر ظاهر میشود. آب گرم مانند سوخت در به وجود آوردن چشم طوفان کمک می‌کند. باد شروع به چرخش به دور این چشم کرده و به یک شکل آشنا ظاهر می‌شود. کامپیوتر یک طوفان بالقوه را تولید می‌کند، چیزی که طبیعت در جهان واقعی حداقل 50 بار در سال می‌سازد. کامپیوتر پیش بینی می‌کند که اگر همانطور که بسیاری از دانشمندان پیش بینی کردند، روند گرم شدن آب و هوای کره زمین ادامه یابد، سال 2046 سالی با طوفان‌های شدید خواهد بود. این مدل نشان می‌دهد که گرمای اقیانوس در فصل تابستان منجر به ایجاد طوفان‌هایی با انرژی بسیار زیاد خواهد شد. در این زمان خاص درجه حرارت بین 1 تا 2 درجه فارنهایت بیشتر از حد متوسط الان خواهد بود. این ممکن است به نظر زیاد نیاید، ولی برای اقیانوس این میزان بی نهایت فرق می‌کند، چون آب اقیانوس معمولاً اصلاً تغییر نمی‌کند. این طوفان به نظر بسیار بزرگ است. یک طوفان درجه 4، بزرگتر از کاترینا در زمانی که به خشکی برخورد. هرچند که این شبیه‌سازی طوفان بسیار دور از خشکی است، اما بر اثر آن باد و باران به سواحل لوئیزیانا رسیده است و این زمان خوبی است که از خانه خود خارج شوید. این پروژه ادامه دارد، اما این مدل ممکن است یک هشدار برای 50 سال آینده باشد که کاتریناهای بیشتر و بدتری در راه خواهند بود. بر اساس تجزیه و تحلیل های اولیه، ما با افزایش زیادی از طوفان های درجه 4 و 5 مواجه خواهیم شد. بین 5، 10 و شاید 15 درصد افزایش در شدت طوفان ها. همه دانشمندان با این نتیجه گیری موافق نیستند، اما اطلاعات این گروه عنوان می کند که در آینده طوفان های قدرتمندتری را خواهیم داشت که بر زندگی میلیون ها نفر که در مناطق طوفان خیز در سراسر جهان زندگی می کنند تأثیر خواهد گذاشت. همین الان هم خیلی دیر است که بخواهیم تأثیرات آن را تخفیف دهیم و باید با برخی از آنها خودمان را منطبق کنیم. مردم باید به طور جد درباره ساختن خانه‌هایشان درست در کنار سواحل دریا فکر کنند، چون این یک مکان دوست داشتنی برای زمانی که یک طوفان درجه 5 از آنجا می‌گذرد نخواهد.
با تمام دانستنی‌های ما درباره نحوه کار طوفان‌ها، هنوز رازهایی از اینکه این طوفان‌های مخوف چطور شکل گرفته و گسترش می‌یابد وجود دارد. با تلاش علم برای روشن کردن علل وقوع طوفان‌های گذشته، حال و آینده، هر فصل طوفان خیز ویرانی‌های بیشتری را برای بسیاری از مردم جهان به همراه می‌آورد.